همین پرسا صدامو داری؟ نه نه صدای شما ندارم من. چجوری صدامو نداری الان میگی نه نه صدامو تو ندارم؟ نه ندارم الان نمیشنوم. خب الان چجوری شنیدی که اینجا گفتی صدا آقای مجلسی دنبال چی هست بابا شروع کن. Hey, can you hear me? I am in trouble. I am... خب آقا با یه وقفه یک کوچولو شاید حالا طولانی که نمیشه گفت یه 10-12 روزه دوباره برگشتیم با یه اپیزود دیگه از واکی تاکی، ولی این سری یه ذره متفاوته. حالا توضیحش رو همین پارسا بهتون میده. قبل اینکه توضیح بده یه توضیح بدم راجع به سپانسرمون اینسپشن استیت که دیگه چند بار تو اپیزودهای قبلی باشون آشنا هستین. شرکتشون تو استانبول هست و کلیه خدمات مربوط به مهاجرت، اقامت و خرید ملک و شهروندی ترکیه رو انجام میدن. اگه دوست داشتین از آیدی های زیر میتونیم باشون در ارتباط باشین و توضیحی که میخواستیم راجع به روند جدید واکی تاکی بهتون بدیم و میسپارم به همکار خوبم در اون بره دوربین. اینشالله که قسمت همه بشه بتونن استفاده بکنن از امکانات مهاجرت. آقا اول از همه این تغییری که داریم اینجا حرف میزنیم لوکیشن من نیست، لوکیشن من بابت کروناه که الان من مبتلا شده بودم یه مقداری نبودم و دیگه خونه بیرون نرفتم، منشون همینجا برنامه رو ضبط بکنیم. ولی تغییری که به وجود اومده اول از همه اینه که شما از این به بعد واکی تاکی رو توی اینستاگرام هم میتونیم ببینین، علاوه بر یوتیوب تو همین پیج واکی تاکی آپلود میشه هر قسمت و میتونین اونجا هم ببینین و استفاده بکنین. واسه کسایی که قور میزدن وای وی پی ان نداریم و وای فلان و بیسار این داستانا دیگه اینجا هم هست. دقیقاً خلاصه این که دیگه الان که گذاشتیم اینستاگرام راحت میتونین بهش دسترسی داشته باشین. اگه با اپیزود حال کردین حتما شیر کنین که دوستاتون هم ببینن و حتما نظرتون رو زیر همین ویدیو برامون بذارین. اگرم میتونستین از یوتیوب ببینین که خب مثل قدیم از یوتیوب ببینین دیگه. بدون هیچ توضیحی بریم سراغ بحثمون که خیلی بحث باحالیه، من همیشه دوست داشتم راجع به این صحبت بکنیم. آره همیشه دغدغه من بوده. پاشا من تو سوال میپرسم بعد شروع میکنیم. یه جمله ای هست که معمولا همه توی روابط یا یه بار گفتن یا یه بار شنیدن که گذشته هر کسی مال خودشه. جواب با این جمله موافقی؟ 1200%. واقعا میگی؟ آره. تو بیشتر اونی هستی که میگی این جمله رو یا اونی هستی که میشنوی اینو؟ این قشنگتر از سوال قبلیت بود اینی که الان پرسیدی. من بیشتر هم شاید میشنوم هم شاید میگم، منتها الان اگه بگم میشنوم میگه اگه اعتقاد داری پس چرا میگی اونو یه چیزی که بعد بشنوی این جمله رو. خب ببین بعضی موقعا تو ناخودآگاهت ممکنه به یه چیزی اعتقاد داشته باشی ولی خلافش عمل کنی. یه مثال کوچیک میزنم بعد تو ادامه سوالتو بگو. دیدی مثلا طرف هیچ اعتقادی به هیچ چیزی تو این کائنات نداره، خب بعد تا سریع میشه رو بگو، تا مریض میشه سریع میگه، سریع و مریض شد سریع. تا مریض میشه آقا ول کن دوباره مغزم میره، تا مریض میشه سری میگه خدا اگه من خوب شم کل نمیدونم این منطقه رو بهشون نمیدونم نظری میدم کل اینجا. من مثلا جا پارک اینجوری هم تا بخوام جا پارک بگم آره. جا پارک برام پیدا کنم نمازم بگم. آره دقیقاً برای همین بعضی جاها ممکنه زر چیز شه. ولی ادامه سوال تو بگو. این سوال هم که اگر تو میگی 1200% اعتقاد داری چرا اعتقاد داری؟ میخوام بازش بکنی بگی که چرا به نظرت گذشته هر کسی مال خودشه؟ آیا گذشته افراد به حالشون نمیتونه ضربه بزنه، نمیتونه رو حالشون تاثیر بذاره؟ و آیا تو رابطه معمولا این جمله گفته میشه دیگه سر کار و این داستانه که نمیگی، مثلا تو نمیری سر کار بگی نه من رزومه نمیدم گذشته هر کسی مال خودشه نمیتونی دخالت بکنی. این موضوع بیشتر تو رابطه است. میگم که تو رابطه آره. برای این داستان چرا باید آیا اصلا بگو دیگه منظورم فهمیدی؟ فهمیدم آره منظورتو که فهمیدم. میخوام یه چیزی بهت بگم، اول به بچه‌هام که دارم میبینن اینو بگن. آقا من دوست دارم اصلا از همینجا بگم اپیزود بعدی رو با ستاره دوست دارم راجع به این همین قضیه دوباره صحبت بکنیم که اونم بتونه از ساید مثلا دخترونه و اینا شاید بگه. آره ولی برای همین نمیخوام خیلی، اتفاقا من خودم نمیخوام فقط راجع به رابطه صحبت بکنم، توی رفاقت هم میخوایم صحبت بکنیم اتفاقا راجبش. ولی راجع به همین که گفتی و اگه بخوام بهت بگم، ببین تو مثلا موقعی که یه چیز بدی از یه آدمی میبینی سریع به فکر این میفتی که یه قوری بهش بزنم، این ممکنه از گذشته این آدمه بیاد. خب مثلا طرف خیلی چه میدونم دیدی میگن تشو دیده، طرف تشو دیده دیگه الان هیچی به چشش نمیاد،
بعد میگه آقا تو قبلا به خاطر اینکه چیزای مختلف رو تجربه کردی الان نمیتونی از این چیزت لذت ببری، از این چیزی که الان داری و فلان و بهمان، اینا همه درسته. خب اینا همه درسته، ولی چیزی که میخوام بهت بگم اینه که ببین، ماها مثلا هر کدوممون از یه گذشته‌ای به این حال رسیدیم. خیلی هم نمیخوام قلم به سلم به فلسفی اینا حرف بزنم، همین الانی که داریم زندگی میکنیم یه تجربه‌ای داشتیم و با اون تجربه رسیدیم اینجا، و آدمای جدیدی سر راهمون قرار میگیرن که هر کدوم هم یه گذشته مشخصی برای خودشون دارن. خب ولی اینکه تو فقط بخوای یه آدمو بر اساس گذشتش قضاوت بکنی و حالش رو اصلا کاری نداشته باشی، این بی‌انصافیه. به خاطر اینکه حتی چه تو خوبی چه تو بدی، یا من جلوتر میگم اینجا هم نوشتم، ببین یه آدمی که یه جرمی مرتکب میشه میره حبسش رو میکشه، موقعی که برمیگرده بیرون هم از لحاظ قانونی و شرعی و همه چی اون آدم مثل بقیه آدماست. یعنی دیگه نباید بهش بگی تو مثلا آدم کشتی یا تو نم چیکار کردی، اون یه دادگاه رفته یه رأی بهش دادن و اونو تموم کرده و الان دیگه میتونه مثل بقیه آدما زندگی بکنه. تو زندگی خودمونم همینه دیگه، میدونی تو حالا کاری نداریم یارو طرف چی کار میکرد تو گذشتهش، تو الان ببین اون تجربه ها به کجا رسونده این آدم رو و از اون سعی کن لذت ببری. حالا جلوتر بازش میکنم، تو هم کامنت تو بگو چون من یه سوالم ازت داشتم. ببین من کامنتم اینه که ما ذهنمون خیلی عذبت همون میکنه دیگه. حالا قبلا میگفتم اینه که معمولا ذهن میخواد باید بازی کنه و معمولا هم برنده است. در رابطه با این داستانم توی رابطه، این که تو بگردی یه چیزی تو گذشته طرفت پیدا بکنی همیشه آسیب زننده بوده، چون اول از همه که تو وقتی چیز پیدا میکنی رود نمیشه بپرسی، چون میدونی جوابش به تو چست. خب آره، و اینکه روت نمیشه بپرسی باعث میشه تو ذهنت واسه خودت سناریو بچینی، سناریو میچینی و از یارو اصلا ناراحت میشی، یارو روحش هم خبر نداره چرا ناراحت شدی. و این چیزیه که خب واسه هر کسی ممکن اتفاق بیفته تو رابطه و اذیت کننده است، چون خودت داری خودتو اذیت میکنی واسه این داستان. ولی داستانی که وجود داره یه تئوری وجود داره که آقا من همین پارسایی که اینجا نشستم از این گذشته اومدم، هر چقدر که بد هر چقدر که خوب، اون گذشته من، اون اتفاقات من و همه اینا باعث شده که من همین پارسه که الان نشستم جلوی تو بشم. خب و اگر حالا با کسی که من باش تو رابطم، اگر درسته، آره اگر با من حال میکنی بدون که اون گذشته من مدیون اون گذشته هم، بدون با این شخصیت که داری حال میکنی از اون گذشته اومده، حالا تو بیای گذشته منو شخ بزنی یا ما گذشته کسی رو شخ بزنی، مطمئنا این کلمه توش پیدا میکنیم و با اون کلمه میتونیم حال خودمون از خودمون بگیریم. این تئوری درسته که همه هم میدونن، ولی اجرای کردن این کار هر کسی نیست، چون یه سری اتفاقاتی تو رابطه میفته، یه سری چالشایی به وجود میاد که ممکنه تو اصلا اون لحظه به این تئوری فکر هم نکنی و خیلی سخته اجرا کردنش. حالا جلوتر میگم چرا سخته. خب ببین، آره من میخواستم یه چیز دیگه شم حتی بیام بهت بگم، این فقط راجع به بدیا نیست، راجع به خوبی هم هست. خب یعنی مثلا تو اگه دیدی یه آدمی 10 بار کار خوب کرده تو گذشتهش، دلیل نمیشه اگه به تو برسه سر راه قرار بگیره برای تو همون کار خوب رو انجام بده. خب تو کلن باید آدم ها رو الانشون، یعنی باید در لحظه باشون بری جلو و ببینی الان دارن چی کجای زندگی تو هن یا تو کجای زندگی اونایی، میدونی چی بگم؟ بعضی وقتا بذار اینو بگم، بعضی وقتا اذیت از اونجایی شروع میشه که آدما فضولی میکنن. تو چی مثلا دارم میگم؟ تو رابطه ای، خب همیشه خیلی هپی و خیلی کول و همه چی اوکی و خوب، مثلا یه کاریو خب تو بار اولت میخوای انجام بدی، خب بعد مثلا از دوست سوغن میپرسی که تو هم بار اولته، بعد خب یارو نه قبلا انجام دادم مثلا با دوست سعی دیگه‌اش. آره خب دقیقاً اون این سوالا رو که میپرسی، خب بری یارو رو میذاری لای منگنه دیگه. اگه بگه نه من بار اولم نیست که تو ناراحت میشی، اگر هم بگه آره بار اول میگه دروغ گفته میدونی چی میگم؟ این خیلی موقعیت بعدیه که ما نباید هم کسی رو توی این موقعیت قرار بدیم با سوال کردنمون، هم که اگه قرار گرفتیم نمیدونم راه حلش چیه واقعا. نه ببین همون قضیه آمپاس دیگه، میگم آقا یه سری آره. چیزا رو اصلا نباید بخوای، خب یه سری چیزا رو نباید بپرسی، یه سری کارا رو آقا نباید بکنی، وا بده. خب یعنی چون داری اون کارا رو انجام میدی که خودتو تهش اذیت بکنی. دقیقاً میدونی یه سری داستانا برای ما مال خودمونه و اصلا ربطی نداره طرف کیه زندگی ماه. خب اون باید برای خودمون بمونه و هیچ وقت نباید باز شه. میدونی هر کی یه سایدی داره، یه گذشته‌ای داره که گذشتهش تو گاوصندوق هر موقع خودش دوست داشته باشه تو ذهنش میره اونو مرور میکنه. خب اصلا لازم نیست برنامه‌ای که ساختی گذشته ما رو با حالمون یکی کردی که
داشت تو خودت میگی، تو میتونی نگی ببین. ولی حالا خارج از شوخی میخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم آقا الان و عشقه، خب یعنی ول کن اصلا اینکه تو قبلا چی کار کردی. یه آدمی ممکنه بدترین کارها رو تو گذشتش کرده باشه، یه مستند بود دیگه، طرف دراگ دیلر بود، یه زنه بود اگه اشتباه نکنم، که بعد کلی آدم اصلا به خاطر این مرده بودن، کلی گنگای مختلف با هم دیگه نمیدونم مشکل پیدا کرده بودن و اینا، بکش بکش بود و کلی آدم این وسط اصلا شاید اعتیاد پیدا کرده بودن و اینا. الان زنه رفته بود مثلا طبق اون داستانی که بهت گفتم حبسش هم کشیده بود و اینا، و الان اصلا اینستاگرام هم داره، نمیدونم 3-4 هزار نفر فالوور هم داره و اصلا عوض شده کاراکتر زندگیش، اصلا یه کاراکتر دیگه شده، میاد مثلا موتیویشنال حرف میزنه. معتقدی واقعا که آدم ها عوض میشن یا همچین کاراکتری عوض میشه؟ یه جمله هست میگن خیانتکار همیشه خیانتکار میمونه. خب من این جمله رو اصلا قبول ندارم، اصلا قبول ندارم، ولی خیلی معتقدم بهش و قبول میکنن که شبیه این جمله بود که شبیه چی بود؟ شبیه این جمله بود که میگو قاتل همیشه به محل قتل برمیکرده، شبیه اون بود. آره ببین یه جمله هست میگه که آقا هر کسی که یه بار خیانت میکنه همیشه خیانتکار میمونه، پتانسیل این که همیشه خیانت کنار داره. و من با این موضوع خیلی مخالفم. آدما خیلی موقع ها میبخشن یکی رو، بذار برگردیم تو رابطه. تو رابطه پارتنری که خیانت میکنه طرف مقابل هم میبخشه به هزاران دلیلی که به من و شما ربطی نداره، طرف خودش تصمیم گرفته که ببخشه. حالا خیلی موقع آدمو میبخشن که ذهن خودشون راحت بشه. مثلا من خیلی موقع شده یه کسایی یه بدی بهم کردن که طرفو بخش فراموش نکردم کارشا، دوباره هم راهش ندادم تو زندگیم، ولی بخشیدمش. بخشیدمش که خودم آروم باشم، ذهن خودم آروم باشه، دیگه بهش فکر نکنم. حالا یکی از به هر دلیلی پارتنرش رو میبخشه بعد از خیانت، پارتنرم برمیگرده و دیگه اصلا نه فکرش میرسن به خیانت، نه اصلا هیچی با اعتماد کامل رابطهشون شکل میگیره. ولی این دیدگاهی که خیلی از ما داریم که اگر یه بار خیانت بکنه دیگه مثلا همیشه خیانت کاره، یا طرف گذشته بدی داشته بس مطمئنا تو حالش هم طرف لاشیه مثلا همچنان، خب این میتونه خیلی قضاوت باشه به نظر من. حتی تو داری یه کسی رو قضاوت میکنی بر اساس گذشتهش. این علاوه تئوری بازبری چیز ساده و احمقانه به نظر میاد، ولی در بحث ماجرا هممون داریم این کارو میکنیم. هممون با توجه به گذشته یک نفر قضاوتش میکنیم تو ذهنمون، چه پارتنرمون باشه، چه همکارمون باشه، چه هر کسی باشه، کسی که تو زندگیمونن. میدونیم که گذشته طرف ما اگر بدونیم ذهن قاضیمون نمیتونه اجازه بده که طرف خودش رو به ما ثابت بکنه، سخت‌تر میشه این کار. میدونی چی میگم؟ این خیلی به نظر من بده و باید تمرین کنیم هممون. با اینی که میگی موافقم، ولی یه چیزم بهت بگم، نمیتونیم راجع اصلا من کلا با این که یه جمله یا یه موضوعی رو بستش میدن به همه ی آدم ها، یا میگن اینی که مثلا خیانت کرده همیشه خیانت میکنه، یا اینی که مثلا یه کار خوب کرده همیشه کار خوب میکنه، اصلا با این مشکل دارم. هر آدمی ممکنه اشتباه بکنه درستش کنه، هر آدمی هم ممکنه 100 تا کار خوب بکنه یهو یه جا مثلا یه کاری بکنه که اصلا فکرشو نمیکنی. ببین فقط با آدم خیلی غیر قابل پیش بینیه. خب یعنی اصلا تو نمیتونی پیش بینی کنی الان من چه آدمی ام، خب تو چه آدمی، خب اصلا تو هر لحظه در ثانیه ممکنه یه کاری بکنی. همه دیدی این جمله رو میگن دیگه، فلانی توقع نداشتم. خب اصلا تو نباید توقع داشته باشی از کسی. خب یعنی تو آدمی که داره زندگیشو میکنه، تو داری فقط یه تصویر از اون آدمه میبینی و فکر میکنی چون 100 تا کار خوب کرده کار بد دیگه از این آدمه اصلا سر نمیزنه. نه کی گفته برعکسش؟ تو خود کسی نیستی که این کارو بکنی، تو کسی نیستی که این کارو بکنی که قضاوت بکنم، قضاوت بکنی و اینکه این ذهنیت رو داشته باشی. ببین همون میکنیم دیگه. ببین نه بگی نه میگم بگی زر بزنی. وقتی به تکامل میرسی، یعنی وقتی جلوتر بزرگ میشی، تکامل که غلطه، وقتی بزرگتر میشی انقدر مثال نقض میاد جلو پات که دیگه سعی میکنی اونجوری نباشی. الان مثلا من واقعا اینجوری نیستم، یعنی مثلا دو سه تا همین دور و ور که حالا کل اینترنت هم دیگه حالا پخش شده بود، حالا عیناً نمیخوایم داستانا رو بگیم، از یه سری از آدمای چیزایی دیدی که خب میگفتی از این که بعید این کارو بکنه، خب بعد فهمیدی نه مثلا از اون بعید نیست، از هیچ کی بعید نیست. خب قبول دارم اینو. خب دقیقاً این به گذشته نه آخرش بود، میخوام بگم این پس به گذشته هم ربط داره، به الان هم ربط داره، پس تهش هم تو باید درس بگیری که آقا ول کن، تو فقط از الان لذت ببر، قبلو ولش کن.
ببینید چه بذار من میخوام یه پله برگردم عقب راجب ذهنیت حرف بزنم. ما ذهنیتمون از آدم ها کجا شکل میگیره؟ باشه از اونجایی که حالا یا فرست ایمپرشن طرف رو میبینیم تو ذهنمون میاد که یار آدم باحالیه، شوخی میکنه، خنده است، یا نه آدم کدر و مثلا تو مخ و یه همچین شخصیتی داره. خیلی موقع ها ذهنیت ما بر اساس گذشته افراد تو ذهنمون شکل میگیره. خب مثلا دارم میگم پاشا مجلسی قبلا 200 تا دوست دختر داشته. خب یه نفر که از دور داره میبینه این ذهنیتی، خب پاشا آدمیه که متعهد نیست، پاشا آدمیه که حالا دارم مثال میزنم اما فکر نکنم هر کی داره چیز نیست مثال بخره نه میدونم کسی رو ناراحت نکنی. پاشا آدم متعهد نیست، پاشا مثلا داشیه دیدی حالا دلم پره میخوام فوشن، پاشا عوضیه، پاشا اه جدی پاشا آدم جدی حرف میزنم. خب طرف این ذهنیته تو ذهنش شکل گرفته. خب و تو وقتی وارد زندگی یارو میشی با اینکه با یارو هیچ هیستوری نداری یا ولی یارو تو ذهنیت داره، ذهنیت بدی هم هست و همیشه منتظره که تو بهش آسیب بزنی چون تو ذهنش اینه که پاشا آدم متعهدی نیست. خب دقیقا سخت به تو اعتماد میکنه و تو مثلا وارد زندگی یارو میشی میگه خب من چرا این اینجوریه با من، چرا من انقدر سخت باید بهش توضیح بدم همه چیو. خب و تو هم یه زمانی خسته میشی، یعنی مثلا نمیم تو 10 بار خودت ثابت میکنی ولی طرف چون منتظر اون ضربه هست اصلا اون 10 بار تو رو نمیبینه و اون بعد از 10 بار که تو دیگه مثلا خسته میشی میگی ای بابا ولم کن، میگه دیدی گفتم میخواستی ضربه بزنی، دیدی بهم ضربه زدی، اون که الان وارد رابطه های سمی میشه اصلا، اون اصلا یه چیز دیگه است. دقیقاً ولی آره ببین من آدمای اینجوری آدم سمی نیستن، آدمیه که طرف ضربه خورده قبلا و آماده است که ضربه دیگه هم بخوره. خب یعنی هممون اینجوری دیگه، آقا من یه بار از یه سوراخ گزیده میشم دفعه دیگه برم دم اون سوراخ منتظرم دوباره گزیده بشم دیگه. حالا سوراخ خب چرا مثال عجیبی زدم، خب چه حالا چرا اصلا میری دم اون سوراخه؟ سوال من اینه برو دم یه سوراخ دیگه صحبت کنیم. خب نه جدی بهت میگم آقا نه خب نمیشه که آقا تو یه سری سوراخ هستن نه جدی آقا که تو از اونا گزیده نمیشی، مثلا میخوام بیام بیرون. نه آقا یه سری اتفاقا براتون میفته، تو مثلا تو رابطه با بابت خیانت میشه دیگه نمیتونی بگی خب من دیگه تو رابطه نمیرم، که نمیتونی این کارو بکنی، میری و خب به خاطر ساید افکت هایی که اون خیانت بهت داشته، اون ضربه که خوردی، مطمئنا ذهنت منتظر اون ضربه هست دوباره. مغز دیگه آقا مغز تو وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که تو رو زنده نگه داره. خب آره هر کاری که میکنی، اینو فکر کنم قبلا گفتم بهت، هر کاری که میکنی بابت اینکه تو زنده بمونی. خب یعنی واسه همینه که مغز خیلی موقع از تغییر میترسه، واسه همینه که خیلی موقع تغییر نمیخواد بکنه چون نمیدونه بعد از اون تغییر میتونه تو رو زنده نگه داره یا نه. خب وقتی تو یه بار خیانت میبینی، یه بار ضربه میخوری، مغزت میگه آقا دیگه نه حواست باشه تو رابطه رفتی، ممکنه بهت خیانت بکنه، بعد شروع میکنه ای بازی کردن، هی شروع میکنه. یارو یه بار خواب جوابتو نمیده میگه خب برو خیانت میکنه دیگه، چون اون یکم میخوابید، اونم وقتی مثلا منو میپیچون میگفت خوابیدم. خب حالا اون بدبختی که خوابیده از همه جا بیخبر، یا آقا من خواب بودم، گذشته تو یک اتفاقی افتاده الان رو حالت هم تاثیر میذاره، رو حال یکی دیگه داره تاثیر میذاره، رو حال یکی دیگه داره تاثیر میذاره. آفرین چون اتفاقاتی که تو دقیقاً حالا من واسه همین میخوام بگم گذشته هر کسی مال خودشه، اوکی مال خودته، ولی باید تا جایی مال خودته که نذاری تو حال من و حال خودت الان تاثیر بذاره، چون حال خودت تو رابطه من هم تاثیر میذاره، رو حال من هم تاثیر بذاره، که کلا داری رو من تاثیر میذاره دیگه. پس تا اون جای، این نظر شخصی منه ها، گذشته هر کسی تا اون جای مال خودشه که رو حالش تاثیر نذاره. حالا ببین چقدر میتونی کنترل بکنی خودتو که گذشته رو حال تاثیر نذاره. داستانی که این ماجرا هم داره، خب من اصلا تاپیکش رو گذاشتم درس گرفتن از اشتباه ها. خب یعنی مثلا تو در گذشته اشتباهی کردی، خب بیای از اون اشتباه درس بگیری و اگه خودت هم نمیتونی بهش فکر بکنی، یا با یه رفیقت که از تو بیشتر میفهمه، یا با یه روانکاوی، با یکی بیای صحبت بکنی ببینی آقا این مشکله چی بوده. خب این دیدی یه جمله تکراری که حالا دخترها به پسرها میگن یا پسرها به دخترها، فرق نداره، میگه آقا من دیگه همه دخترها مثل همن، همه پسرها مثل همن. خب اینو همه میگن به هم دیگه. خب این چرا اینو میگه؟ تو مثلا همه دخترها مثل همه یا همه پسرها مثل همه، میگی تو همشون رو امتحان کردی، تو ته تهش مثلا 4 تاشون رو امتحان کردی دیگه. خب
این داستان دقیقا از همین چیزی که بهت میگم میاد، اینکه تو از اشتباه در درس نمیگیری و دوباره میری از همون آدمه گزیده میشی. خب مثلا آقا طرف عاشق اینه که با آدم معروف مثلا تیک و تاک کنه یا با آدم معروف بگرده، خب میره اصلا با 4 تا آدم معروف هم دوست میشه، 4 تاشون هم یه کاری باش میکنن که مثلا اذیت میشه یا هر چی. خب تو بیا، تو نمیگم اونا آدم های چیزی هن، شاید تو فقط دوست داری با یه آدم معروف یا یه سلبریتی تو رابطه باشی، خب بیا تست کن با یه آدم دیگه برو تو رابطه، شاید نمیتونی اون حجم از مثلا آدمایی که دور اونا رو تعامل کنی. خب هی میری، خب هی گزیده میشی دیگه. یا مثلا دوست داره با یه بیزنسمنه مثلا چه میدونم پول داره مثلا خوشتیپ دوست شه، هی میره این آدما رو توی یه تایپ تست میکنه، خب از اون تایپ هم هی گزیده میشه یا چه میدونم نمیخوره بهش میاد بیرون. خب آقا تو بیا مدلی که دوست داری و یه ذره یا عوض کن یا جنبتو ببر بالاتر یا یه کار دیگه ای بکن. حالا این تو پسرا هم هستا، یا مثلا پسره میره رو نروش که مثلا با یه دختر سوپر مدل دوسته، خب بعد میره توی جمعی همه مثلا دوست دخترش رو نگاه میکنن، خب تو یا با این قضیه کنار بیا، زیر عکس یارو تو مخشه، آفرین، خب یا تو با این قضیه کنار بیا که آقا با کسی که دوستی خب یه جذابیت بصری داره برای دور و بریات، ببین میتونی اینو تحمل بکنی که حالا قرار نیست صرفا هر کی داره بشه. سخته هم با خب کسی سخته. که معروف دوست شدن سخته، یعنی اندازه تداشم تصور میکردم واقعا کار سختیه. آره بعد یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهت بگم، آقا دوست قضاوت از روی دوستای آدما. ببین مثلا میگن طرف با فلانی دوست بوده 2 سال پیش، حتما مثلا حالا فلانی آدم ناجوری بوده یا هر چی، حتما خودش هم چیزه. خب در صورتی که آقا اصلا ربطی نداره. باز اگر رفرنس بدم به اون حرفی که 10 دقیقه پیش زدم، ببین هر چیزی از هر کسی برمیاد. خب یعنی الان اگه مثلا من با تو رفیقم، خب اگه تو یه آدم خیلی خوب و نایسی باشی اصلا دلیل نمیشه که منم یه آدم خوب و نایسی باشم، شاید من یه آدم ان اخلاق اصلا رومخ باشم. خب هیچی و از هیچکی وقتی یاد بگیری توقع نداشته باشی، یا انتظار، توقع و انتظاری که بود، وقتی اینا رو یاد بگیری نداشته باشی از کسی، دیگه میشی مثل، میدونی مثل بروسلی بود یه حرف خوبی میزد، میگفتش که حالا یه فیلمش هم هست اینجا میتونه بیاد، میگه آقا آب تو هر ظرفی بریزی مثل اون ظرفه میشه. خب میگه، بعد میگه که بی واتر مای فرند، میگه آب باش، بذار هر جا میریزنت خب اون مدلی بشو. I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. حالا این دقیقا همینه. تو وقتی با یه آدمی رفیقی، خب وقتی یاد بگیری با اون چیزی که اون هست، فقط اون چیزی که هست، حالا این آب باش همون زلال بودن هم هست دیگه، وقتی یاد بگیری فقط با همین این چیزی که الان داری ازش میبینی بری جلو، دیگه اصلا کاری نری یارو چی بوده در قدیم. خوبه که دقیقا ما حالا یه جمله گفتی، درس گرفتن از گذشته. خب ما اگر بتونیم از گذشته دیگران هم درس بگیریم، اتفاق جالبی میشه. مثلا دارم میگم، ما وقتی میگیم درس گرفتن از گذشته و اشتباهات، این آقا ما گذشته اشتباهی کردیم، اتفاقی افتاده، درس اونو بگیریم. خب اینو بهت بگم، یه نکته خیلی جالبی بود، یا همین کجا خوندم اینا، نوشته بودش که اتفاقای بعد تا وقتی برای تو میفتن که درسشو بگیری. خب یعنی تا وقتی که اون درس اون پوینت رو نگرفتی تموم نمیشه اتفاق بعد، هر وقت درسشو گرفتی دیگه برات نمیفته. این خیلی باحال بود، این خیلی مهمه، خیلی مهمه واقعا، این اتفاق، این کانسپت خیلی جذابیه. حالا اینو می‌خواستم بگم، ما اگه از اتفاقات بد گذشته، یعنی از گذشته دیگران هم بتونیم درس بگیریم، البته کار خیلی سختیه چون باید آری از قضاوت باشه دیگه. آره خیلی کار سختیه، ولی خب بنظرم جالب میشه. اینو می‌خواستم یه سوال ازت می‌خوام بپرسم، ممکنه یه کوچولو دور شیم ولی دوستام جوابتو بدونم. آدما، خب تو الان، حالا من راجع به تو نمیدونم زیاد، اینو میخوام ازت بپرسم، به نظرت اگر در گذشته تعداد رابطه هاشون زیاد، رابطه عاطفی زیاد برقرار کرده باشن، خوبه یا بد؟ تاثیر مثبت و منفی چیه به نظرت؟ یکی از مثلا 20 تا دوست دختر، 30 تا دوست دختر داشته، یکی از 50 تا دوست پسر داشته،
بعضی این خوبه یا بد؟ خیلی خیلی چیزه بستگی به اگر من میپرسی من میگم خوب نیست، ولی خوب. ممکنه یکی بگه خیلی خوبه. به نظر من خوب نیست. چرا خوب نیست؟ به خاطر اینکه من دارم جواب پاشا رو بهت میدم دیگه، به خاطر اینکه من احساس میکنم که تو توی مغزت، خب توی قلبت یه چیزی داری، خب یه نمیدونم یه انرژیه، یه چیزیه که وقتی زیاد این کارو انجام بدی که مثلا رابطه های مختلف احساسی خیلی زیاد داشته باشی، میگم آقا این فقط برای منه، شاید بقیه جور دیگه باشن، خورده میشه اون داستانه، از اون انرژیت کنده میشه، خورده میشه و هرچی جلوتر برسی انرژی و چیز کمتری داری که به یکی ارائه بکنی، میدونی، یا عشق کمتری داری که به یکی بدی یا هرچیه اسمشو بخوایم بذارین. برای همین تو کیس من الان یکی ممکنه بیاد بگه که تو پس گذشته تو الانت میخواد تأثیر بذاره، پس یه نفر میتونه، میگم آقا نه، گذشته همه داره رو الانشون تأثیر میذاره. اصلا ما نمیخوایم بگیم گذشته رو الانت تأثیر نداره، ما میخوایم بگیم پرسیدن و کنجکاوی کردن در مورد گذشته دیگران کار خوبی نیست، این کار اصلا جالب نیست، اصلا به کسی ربطی نداره گذشته هر کی چیه. یه کامنتی بدم، خیلی پسرا من دیدم دور اطراف من، خودم هم اینجوری هم، میگن که من اوکی هم بهم بگو هرچی شده فقط بذارم بدونم، خب بعد طرف من میگه هر چیزی که میخواد بگرم، بعد یه رو دوباره ناراحت میشه، خب آره مطمئنم بده ها، یعنی ناراحتی داره 100%، وقتی یه چیزی میفهمی که خوش آینده تو نیست ناراحتی داره. بعد خیلی دوره هستم میگن که من اگه خودم بفهمم، من خودم میگم اینجوریم، خودم بفهمم خیلی بیشتر ناراحت میشم، بس خودت بهم بگو. با طرف میگه تو ناراحت میشی علکیه ناراحتی علکیه اون، نه این که میگه من خودت بگو من بفهمم بیشتر ناراحت، آره تو در هر دو صورت ناراحت میشی، در هر دو صورت ناراحت میشی. بعد یارو میگه خب من که الان گفتم منم که ناراحت شدی بس نگم، یا تو میگی نه اگه مثلا خودم میفهمیدم خیلی بیشتر ناراحت میشدم. دقیقاً کمیشه کش داره تو همه رابطه‌های مشکل نظرم وجود داره. دقیقاً ببین، حالا برای اینکه بخوایم به یه جمع‌بندی هم برسیم که این داستانی که باز شده یه جوری جمعش کنیم، من خودم از سمت خودم بیشتر دوست داشتم برسیم به قضاوت نکردن. حالا نمیدونم جمع‌بندی تو چه مدلی بود. دقیقاً قضاوت نکردن از گذشته دیگران. آره دقیقاً، ببین اصلا میگیم کلاً قضاوت کردن و اینکه من میگم آقا من خودم هم دارم تمرین میکنم، میدونم تو هم داری تمرین میکنی، تراپیستم نیستیم، ولی خب قشنگ نیست دیگه اینکه یه آدمی رو اصلا قضاوت بکنی از رو چیزی که از رو ظاهرش، از رو گذشتهش، از روی کارهایی که کرده، از رو میدونی. تو باید فقط چیزی که الان داری میبینی و به چشم تجربه نگاش بکنی، خب یعنی الان یه رفیقی داری، از این تجربه رفاقت باهاش لذت ببر، چون ممکنه دو سال دیگه آدم بکشه، ممکنه هم از دو سال دیگه یه خیریه بزنه، خب نمیدونی تو الان اصلا چه، هیچ ایده‌ای نداری که قرارش اتفاقی بعدن بیفته برای تو یا اون. من یه جمله میخوام بگم بعد جمع‌بندی بکنم، این که همه اینا حرفه، حرف قشنگم هست، هممون هم چندی ما شنیدیم، ولی موقعی دممون گرمه که اون لحظه که باید انجام بدیم این حرف رو یادمون باشه، نیچ میام، یعنی آره. نفع رو هم داریم میشنویم، میزنیم، میگیم، اون لحظه که باید یادمون باشه، اگر یادمون بود و انجامش دادیم دممون گرمه، در غیر این صورت که داریم وقتمون رو تلف میکنیم. آره یه بار دیگه هم فکر کنم اینو گفته بودی تو یکی دیگه از اپیزودها، یادم نیست، من یادم نمیاد الان، من گفتم آره. اگر قبلنم گفتم که حتما ملکه ذهنم شده. آره آره دقیقاً. بذار قبل اینکه خدافظی کنیم یه توضیح دیگه هم بدم راجع به اسپانسر واکی‌تاکی. بچه ها اینسپشن استیت که باز احتمالاً این زیر دارین اینستاگرامش رو میبینین، زیر پستم حالا هر جا باشم که تک کردیم، حتما فالو بکنین، به خاطر اینکه ما یه سری از چلنج ها و یه سری از بازی ها رو اونجا را میندازیم و اینستاگرام واکی‌تاکی و اینسپشن استیت یه جورایی به هم لینک میشه توی این بازی ها، که اگه بخواین اخبار رو دنبال بکنید اونجا هم باید فالو بکنید و یه سری جایزه‌های باحال داریم و یه سری کارهای باحال داریم میکنیم. کلن هم که گفتم کارشون تمرکز کامل روی مهاجرت، شهروندی و اقامت توی ترکیه است و میتونیم باهاشون در ارتباط باشین اگه سوالی در این زمینه دارین. صدا به چی فکر کردی؟ داشتم هم یعنی فکر میکردم، تو نظر چیه؟ ببین صدا میشد
یه آهنگ مثلا دیدی چون گذشته بود یه جورایی دیگه، خب گرامافون دیدی قدیما یه صدای صفحه یه صدایی میده اون اولش، یه صدای اولش هم خشخشی داره. آفرین. آره بعد مثلا یه یارو شد خزان ولی اصلا تو اون فازا بریم برو بریم شد خزان گل